توی این ویدیو میخوایم درباره روسیه و ترکیه حرف بزنیم که اگر بخواید ترکیه بمونید شرطش به چه صورته، روسیه بخواید بمونید شرطش به چه صورته. با یکی از دوستانمون توی روسیه قرار ویدیو با هم بگیریم و میخوایم درباره این موارد با شما صحبت بکنیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. دوستای گلم سلام، همراه ساناس خانم هستیم از روسیه و میخواییم درباره دو تا کشور صحبت بکنیم که شرط ترکیه رو من بیشتر گفتم تو ویدیو، میتونید بهت نگاه بکنید، حالا گهگداری من یه اشاره ریز میکنم، ولی بیشتر با ساناس خانم هستیم که درباره روسیه بگه. ساناس خانم سلام کنید به بچه ها، با بچه صحبت کنید. سلام آقا شانه، خوب هستین؟ سلام بچه ها، اسم من ساناسه، خیلی خوشحالم که بر اولین بار دارم باهاتون صحبت میکنم. ساناس خان لطف کردم با هماهنگی که انجام دادیم گفتیم این ویدیو رو واسه شما ضبط بکنیم و همکاری خیلی خوبی با ما داشتن، ازشون اینجا تشکر میکنم. توی روسیه دارن زندگی میکنن، کدوم شهر روسیه هستید شما؟ من ساکن مسکو. مسکو، خیلی هم عالی. چند سال اونجا تشریف دارید شما؟ من 4 سال، نزدیک 4 ساله که مسکو زندگی میکنم. خیلی هم عالی، پس قدیمیه اونجایی. تقریبا. یه ذره درباره اونجا با ما میگید که شرایط به چه صورته، کسی بخواد بیاد اونجا از چه طریقایی میتونه بیاد، باید توریستی بیاد، کاری بیاد، دانشی بیاد، درباره این موارد خرد صحبت بکنیم. اول درباره توریستی بگیم که کسی میخواد بیاد بگرده اونجا چه جوریه، باید ویزا بگیره یا نه همینجوری میتونه بلیط بگیره بیاد روسیه؟ بله حتما اینو بهتون میگم. کسایی که میخوام بیام مسکو یا همون روسیه باید حتما ویزا بگیرن، ویزای توریستی. ویزای توریستی دو حالت داره، یکیشون 1 ماه هست، یکی هم تقریبا 2 هفته 15 روزه هست. شما میتونید از طریق جایی که بلیط میگیرین اقدام کنین، ویزاش هم بگیرین. و اکثر بچه‌هایی که اینجا میان اکثرا تحصیلی هستش، یعنی قصدشون ادامه تحصیله. ولی حالا خیلی جالبه، توی ترکیه این قضایا نیست، بخاطر همین خیلی از دوستا میان ترکیه، فقط لازمه که یه بلیط بگیرن دیگه، به همین راحتی میان ترکیه. آره ترکیه رفتن راحته. یه مدتی بود که میخواستن تصویب کنن روسیه هم بدون ویزا بتونن بیان دوستان به حالت توریستی، ولی فعلا تصویب نشد دیگه. ایشالله اونم تصویب بشه. ایشالله بشه و همه راحت میانو برن. در مورد دانشجویی به ما میگید، شما خودتون دانشجو بودید اونجا درسته؟ بله من دانشجو پزشکی هستم. خب یه خورده توضیح به ما میدید به چه صورته؟ ببین اکثر کسایی که میان روسیه برای ادامه تحصیله و بیشتر بچه ها دوستان که پزشکی و داروسازی و دندون پزشکی اینجا ادامه بدن. من خودم دانشجو پزشکی هستم اینجا سال 3 و اینکه باید بگم دانشگاه مرسی ممنون و اینو باید بگم که دانشگاه روسیه واقعا یکی از خفن‌ترین و بهترین دانشگاه دنیا رو داره. رنکینگ خیلی خوبی دارن و با دانشجو خیلی خوب کنار میان و اینکه سختگیرم هستن. اینجوری نیست که شما بگین اومدین کشور خارج دیگه همه چی تعطیله و اینا، بعد کامل درس بخونین تا بتونین پاس کنین درساتون رو. اگر خدای نکرد درس بالی داشته باشین میتونن شما رو اخراج کنن، اگر شهریه رو دیر پرداخت کنین، اگر توی کلاس حضور نداشته باشین. و اکثرا جدیدن خیلی دیدن که توی اینستا و اینترنت میزنن که تحصیل آسان و اینا، ولی واقعا آسان نیست به زبان دیگه تحصیل کردن، برای اینکه باید انگلیسی یا روسیتون خیلی فول باشه. در مورد انگلیسی گفتید، اونجا زبان اصلی که زبان روسیه، کسی که انگلیسی بلده توی جامعه اونجا میتونه راحت زندگی بکنه، راحت بگرده یا نه باید حتما روسی بلد باشه؟ ببین اینو باید بهتون بگم که روسیه مردم خیلی خوبی داره، ولی اینکه روی زبانشون خیلی تعصب دارن و نمیشه ازش چشم پوشی کرد و حداقل باید چند کلمه بلد باشین تو روسیه تا بتونید زندگی کنین و اینجا زیاد به انگلیسی جواب نمیدن بهتون. و کلا زبان انگلیسیشون سطحشون خیلی بالا نیست مثل مردم ایران که اکثرا بلدن و میتونن جوابتون رو بدن و حتما باید روسی رو بلد باشین. ولی خب توی دانشگاه ما میتونیم به کورسای روسی و انگلیسی درس بخونیم و کسایی که میتونن زبان روسیشون نمیتونن روش کار کنن یا سخته براشون میتونن کورس انگلیسی ثبت نام کنن. کسی که میاد اونجا دانشجو میشه یا مثلا دوستان دیگه که مثلا میخوان بیان میتونن اونجا کار پیدا کنن، کار بکنن یا نه؟ ببینید اینجا کار کردن میشه کار انجام داد. اول اینکه اگر بخواید کارهای مثلا روند بالایی پیدا کنین حتما باید زبان روسیتون خیلی قوی باشه تا بتونین جاهای خوبی کار کنین، ولی در حدی که مثلا کارهای درجه 3 هستن واسه دانشجوها، مثلا کارهایی که توی رستورانی کار کنین مثلا برگر کینگ، KFC، مکی،
اینجور جاها بخواین کار کنین، زیاد زبان روسی خیلی نیاز نیست. واسه دانشجو این کار رو هستن، بعضی از دانشجو میان اینجا صرافی انجام میدن، کارهای صرافی و روبل و از اینجور کارا میکنن. بعضی هم هستن که به صورت لیدر تور، یعنی میان راهنمای دانشجوی دیگه میشن اینجا که ثبت نام کنن و بتونن تشریف بیارن کشور روسیه. حالا داریم بچه‌ای هستن که مثلا ناخونکار و موژه‌کار و اینا اینجا خیلی طرفدار داره و درآمد خوبی هم میتونه براتون داشته باشه. بیشتر حالا رفتیم بحث آرایشی و اینا، یه سوال بپرسم، توی ترکیه ناخونکار میکاپ کار که خیلی دوست دارن، چون اینا مثل ایرانی ها و عربا میکاپ زیاد نمیکنن، خیلی خفیف و ریز انجام میده، ولی ناخون خیلی اینجا جواب میده. تو اونجا هم همینطوره درسته؟ درآمد بالایی داره. باید بهتون بگم که متدای روسی توی ناخونکاری و موژه‌کاری که از برترین متدای دنیاست و درآمدی که از این را دارن، خود مردم روسی حتی مردم خارجی، یعنی دوستای ایرانی هستن که اینجا اومدن و این کار رو ادامه دادن و خیلی درآمد بالایی دارن و اینجا خیلی خوبه، یعنی اکثر خانوما، پیر، جوون و حتی گاهی موقع آقایون هم کارهای ناخون اینا رو انجام میدن. اونجا مثل ترکیه انواع اقامت میخوایم صحبت بکنیم یه ذره، با ازدواج میتونه کسی شهروندی اونجا رو بگیره، پاسپورت اونجا رو بگیره یا نه؟ تو ترکیه قانون اینجوریه که طرف باید 3 سال با دختر ترک یا پسر ترک متأهل باقی بمونن، از ازدواجشون بگذره، تازه بتونه پاسپورت ترکیه رو بگیره. توی اونجا همین به همین شکله یا نه؟ ببینید، تا قبل 26 اکتبر 2023 اینجور قضیه همینجوری بود که 3 سال بعد ازدواج میکردیم و شما میتونستیم بعد 3 سال ازدواجتون که ثبت شد پاسپورت و اقامت روسیه رو بگیریم، ولی بعد از یه مدت متوجه شدن که آدمای که از خارج کشور میان این کار رو انجام میدن، برای دادن پاسپورت دائمی و اقامتتون باید بعد 3 سال ازدواجتون حتما بچه دارشین، بعد بهتون پاس روسیه رو میدن و فقط 3 سال اول رو میتونیم به صورت پاسپورت آبی بهش میگن، RBP، اونو بهتون میدن و اقامت موقتی دارین. بعدش به شما که ازدواج کردین و ایدا، بهتون ونجه میدن. تقریبا اینو باید بهتون بگم که اقامت طولانی مدت، بعدش میتونین بعد اینکه بچه دار شدین میتونین شما اینجا اقامت داشته باشین و پاسپورتش رو بگیرین. آه چقدر زرنگه، بچه دار باید بشن بعدش چیزی کنن. آره دیگه دست مردم خوندن دیگه، میدونن چرا میان ازدواج میکنن. اصلا خیلی ریز کار کردم تو ترکیه هم فکر کنم این قانون بیاد، حالا امیدوارم نیاد همچین چیزی. آره چون مثلا اینجا ازدواج سوری خیلی اتفاق میافتاد. البته اگه واقعا ازدواج کنن که خیلی خوبه، ولی یه سری خب برای اقامت میان ازدواج میکنن، اون یه ذره خطرناکه واسه شون دیگه. آره دولت که اینو فهمید کردن دیگه اون قضیه رو کنسل کرد. درباره شرایط دانشجوها میخواستم بپرسم، اونجا دانشجو شرایطشون به چه صورته؟ راحت میتونن زندگی بکنن؟ برخورده باشون به چه صورته؟ راضی هستن یا نه؟ اصلا اون مدرکشون واسه کشورهای دیگه قابل استفاده هست؟ چون روسیه هم یه مقدار تحریمه دیگه مثل ایران دیگه. بله، باید اینو بهتون بگم که بعضی از دانشگاه‌های، یعنی تعداد زیادی از دانشگاه‌های مسکو و خود روسیه رو وزارت بهداشت علوم تایید کرده و شما بعد از اینکه تحصیلتون تمام شد به راحتی میتونید برگردین ایران یا تطبیق بخواین اگر جایی که مورد تایید وزارت بوده، برین توی دانشگاه ایران ادامه بدین، یا اینکه شما میرین یک آزمون ملی میدین، آزمونی به اسم آزمون ملی، و تمام دروسی که تو این سالا خوندین و باید آزمون بدین، اگر قبول بشین به راحتی میتونید تو ایران اشتغال داشته شروع به اشتغال کنین. و اینکه کشورهای دیگه هم میشه، یعنی چون میگم رنکینگ بالایی دارن، یعنی رنکینگ خیلی خوبی داره کشور روسیه دانشگاهاش و کلا ادعاش میشه توی تحصیلات، میتونن کشورهای دیگه هم بریم، ولی بعد تحریم یه خورده سخت شده این قضیه. خونه گرفتن اونجا به چه صورته؟ توی ترکیه مثلا به این صورته که شخص میاد 2 تا دپوزیت میده، یه دونه اجاره اول ماه میده، یه دونه به کمیسیون املاک میده که یه خونه مثلا استدیو پیدا کنه حدوداً 20,000 لیره میشه تقریباً 40 میلیون همچین چیزی تو همین حدودا. تو اونجا چقدره و چه جوری شرطش؟ اجاره اول ماه میگیرن، دپوزیت میگیرن، نمیگیرن، کمیسیون املاک میگیرن؟ ببینید فکر کنم تقریباً مثل ترکیه باشه، مسکو و روسیه هم اینجور که شما گفتین، چون که اول کار شما با یک املاکی کار دارین و باید ایجنتی هستش که کمیسیون خودش رو میگیره،
حالا بستگی به ایجنت دارین، نسبت به قیمت خونتون کمیسیونش رو 100% بگیره، بعضیش هستن 50 میگیرن 80 میگیرن، حالا بستگی به خود شخص داره. بعد از اینکه کمیسیون میدین، شما باید رهن خونه رو بدین و اجاره خونه. یعنی اول ما شما باید سه قسمت داشته باشین واسه پولی که دارین میدین. یعنی اگر خونه که دارین میگیرین 60,000 روبل 70,000 روبله، اگر کمیسیون رو 100 حساب کنین 70,000 روبل کمیسیون داریم، 70,000 روبل اجاره خونه و 70,000 روبل هم رهن هستش. که این رهن هم اینجور میگیرن، با صاحبخونه قرارداد میبنده باهاتون که اگر خونه منو تمیز بدون مشکل به هم برگردونیم و هیچ آسیبی به خونه هم نزده باشین، سالم زندگی کنین، هر روز پارتی نکنین، پلیس نیاد دم در خونه هم، همسایه شاکی نباشن، اون پولو بهتون برمیگردونن. ولی اگر این اتفاقا نیفته و صاحبخونه راضی نباشه، اون پولو برای خودش برمیداره. الان قیمت خونه مثلا یه استدیو چنده اونجا؟ ببین، اگر استودیویی که خیلی لاکچری نباشه و فقط یه اتاق کوچیک باشه، از 35,000 روبل 40,000 روبل شروع میشه تا 50,000-60,000 روبل، حالا بستگی به توانمندی دانشجویی داره که میخواد توش زندگی کنه. به پول ایران چقدر میشه تقریبا؟ 22 میلیون، 23 میلیون، دیگه کف کف باید برای خونه بذاریم. از ترکیه ارزون تره. ترکیه تقریبا الان یه استدیو بخواید بگیرید، من چند روز پیش دنبال یکی از واحدها واسه دوستان میگشتم، تقریبا 15,000 لیر بود. لیر هم تقریبا 1,900 اینا سودن. حالا دو حساب میگم که روند بشه، تقریبا 30 میلیون تومان میشه. چند میلیون اونجا ارزون تره؟ آره دارم میگم، بستگی به نوع خونه داره، نزدیک به مترو باشه نزدیک به مترو نباشه، اینا خیلی روی قیمت خونه تاثیر دارن. و یکی از دغدغه‌های دانشجو ایرانی اینه که به ایرانی‌ها زیاد خونه نمیدن. نمیدونم دلیلش چیه. یعنی یه مدت بود که هیچ کس نمیتونست خونه پیدا کنه، خیلی تک و توک پیدا میشه که صاحبخونه بخوام به ایرانی های خونه اجاره بدن. همچین مسئله پس به اونجا هم هست، فقط به ایرانی ها نمیدن، اینجا به خارجی ها سخت میدن. آره نه نه نه، اینجا کلا مخصوصا دانشجوی پسر، حالا فرق نداره ایرانی یا غیر ایرانی باشن، به دخترهای ایرانی خیلی راحت خونه میدن، چون معمولا میتونن تمیزن و یعنی آدم های تمیزی هستن، خیلی کم خسارت به خونه وارد میکنن. ولی واسه پسر یه موزل واقعا اینجا خونه پیدا کردن. اونجایی که دختر زیاد داره پسر کم داره، باید میگن راحت‌تر بهش خونه بدن. چرا سخت میگیرن واسه پسرها؟ نه والا انقدر میدونی پسرها، حالا نمیدونم بگم یا نه، ولی زیاد خونهشون تمیز نگه نمیدارن. یعنی اینکه صابخونه رو کفری میکنن. من خیلی پسر دیدم که مبلو سوزوندن یا بیشتر سیگار میکشن و اینا، واسه همین صابخونه هستن دست دلش نمیره خونه نو صفرشو بده به دانشجوی پسر. آره اینش موافقم واقعا، یه مقداری استثناءات هم وجود داره. نه فکر نکنم استثناء باشه، ولی خب روسا خیلی حساسن سر تمیزی و اینا. حالا من خودم ادابله بشم، ولی خیلی مرتب نمیگم هستم، ولی اونجوری که بذارم یه چی بسوزونم و یا خرابکاری بکنم اصلا نیستم، باید مرتب بکنم خونه رو اصلا. شما میتونین روسیه خونه بگیرین. در مورد رفتار مردم با مسافرها چطوره؟ با کسایی که مهاجرت کردن چطوره؟ مثلا اینم بگیم، چون فرق میکنه دیگه. تو ترکیه مثلا با کسی که ساکنن بد نیستن، ولی با مسافرها خیلی مهربون ترن. نمیدونم دلیلش چیه، ولی خب اونجا میخواستم این شکلیه یا نه. ببینید خب اینو باید بگم که توی روسیه مخصوصا مسکو شهر توریستیه و وقتی اینو میفهمن که شما توریست هستین و اینا، خیلی باهاتون مهربون ترن. حالا به خاطر جذب بیشتر مسافر یا فروش بیشتر محصولاتی که دارن و اینا، خیلی باشون کنار میان. و وقتی میبینن زبان بلد نیستین و واقعا توریستی، واقعا باهاتون کنار میان و با بگو و بخند و هر جور شده کارشون رو را میندازن. ولی وقتی بدونن شما روسی بلدین، ساکن اینجا اینو دانشجویین، یه خورده وضعیت عوض میشه و اینکه یه خورده کاراتون رو باید با سختی را میندازن. ولی خب اصول هر مهاجرت به هر کشوری به نظرم اولش زبان آموزیه. اینجا هم مثل ترکیه است، با توریست خیلی مهربون تر نسبت به کسایی که اینجا ساکنن. درباره هزینه زندگی میخوام بپرسم، مثلا هزینه زندگی تو ما اونجا حدودا چقدره؟ حالا کمترین قیمت رو بگیم، مثلا با کسایی که، یعنی یه ذره سوال چیز میشه، جزئیات خیلی بیشتری داره، ولی ما کلی بگیم، چون هر کسی یه جوری خرید میکنه، یه سری هزینه های جانبی داره، مثلا یه هزینه الکل خودش مثلا اونجا هم فکرم گرون بشه، درسته؟ بله، ولی خب ببینیم چون روسیه مردمش کلا با الکل و اینا خیلی اوکیان، زیاد الکلش گرون نیست، ولی الکلای خیلی گرونی هم داره و در حدی هست که مثلا میشه راحت خرید، یعنی هر کسی میتونه راحت بخره اگر بخواین الکلای خیلی متوسط بخرید. خب پس یه کلی با الکل قیمت بدید، مثلا چقدر میشه حدودا هزینه یه شخص
توی ماه؟ ببین اگر اجاره خونه رو در نظر نگیریم و فقط خورد و خوراک و شاید هم مترو و یاندکس و اینا داشته باشیم، فکر کنم نفر مثلا ماهی 30 میلیون واسه کسی که بخواد دانشجویی بیاد اینجا و زندگی خیلی مثلا دانشجویی داشته باشه خوبه و حتی میتونه از اون 30 میلیون یه خورده هم نگه داره. ولی نه، اگر بخواین که هر جا میریم با تاکسی برین، خونه کرایه کنین یا خورد و خوراکتون بیشتر بیرون از خونه باشه و اینا، یه خورده هزینه بالاتر میره. ولی 30 میلیون قیمت منطقیه ماهانه. کلا مثلا هزینه هاشون پس اینقدر میشه؟ آره، اجاره خونه رو اگه بذاریم کنار 30 میلیون خوبه. ولی بچه‌هایی هم هستن که با کمتر از 30 میلیون زندگی میکنن و میتونن حتی پول سیو کنن، حالا بستگی به سبک زندگی هر کسی داره این قضیه. دقیقا، خیلی موافقم این قضیه رو. در مورد پوشاک هم یه صحبت بکنیم، قیمت لباس اونجا چه رنج قیمتیه؟ گرونه، ارزونه؟ چه برندایی داره؟ برندای خارجی داره اونجا یا نه همش برندای داخلیه؟ نه، اینجا همه پاساژا از همه برندای خارجی و داخلی اینا دارن، اتفاقا از برندای ترکی هم خیلی دارن اینجا. ولی خب اینجا به عنوان لباس ها و پوشاک دست سه حساب میشن برندای ترکی. نمیدونم چرا، ولی خب بین ایرانی که خیلی محبوبه، ولی اینجا زیاد اونجوری نیستن. و اینکه باید بگم رنج قیمت از ارزان‌ترین فروشگاه پوشاک که میتونم من تو کل مسکو دیدم از سینسی بگم. سینسی قیمتاش خیلی خوبه، اکثر دانشجوها چه ایرانی چه خارجی شما میتونید اونجا ببینین، یعنی همه نوع لباسی مجلسی راحتی کفش کیف و اینا داره و قیمتاشون خوبن و رفته رفته گرونتر میشه. یعنی بستگیت باز به برندایی که دارن لباس رو تهیه میکنن یا پوشاک رو میفروشن داره. ولی خب برنده که اینجا خیلی محبوبه زارا هستش، لاو ریپابلیک هستش، سینسی هستش و همین هستن دیگه، خیلی هستن. ولی واقعا حضور ذهن ندارم الان براتون بگم. حمل و نقل عمومی هم یه صحبت بکنیم، مثلا به چه صورته؟ تاکسی چقدر میگیره؟ مسافت مثلا تو ترکیه اینجوریه، سوار میشید پیاده میشید 90 لیر باید بدید، مسیر کوتاه باشه بلند باشه اصلا مهم نیست. اون هزینه ورود خروجشه که وارد تاکسی میشید باید این 90 لیر رو حساب بکنید. حالا تاکسی متر رو میزنن، هر چقدر بیشتر شد باید بیشتر پرداخت بکنید. اونجا چه جوریه؟ نه، اینجا مثل ترکیه نیست، شما از برنامه هایی مثل اوبر یا یاندکس استفاده میکنیم و بستگی به مساحت آب و هوا داره. مثلا اگر آب و هوا خوب باشه، تایم ترافیک نباشه، مسیرهای کوتاه مثلا چه بدونم دو خیابون بالاتر نزدیک 400-500 رو میشه، مثلا 250-300 هزار تومان. ولی مسیرهای خیلی بلند نزدیک 1 میلیون 2 میلیون هم میشه. یعنی اینجا تاکسی یکم گرونه نسبت به مترو اینا، چون که خیلی کشور، چون شهر خیلی بزرگه، بخوان از این ور تا اون ور شهر برن خیلی طول میکشه و اکثرا ترافیک خیلی زیاده، یعنی تایم ترافیکی که هست خیلی زیاده، برای همین اکثرا قیمت یاندکس رو گرونه. اتوبوس و مترو چطور؟ اتوبوس و مترو به نظرم منطقی تر داره. شما واسه هر ورود به ایستگاه مترو 61 روب میدین و کارتای تهیه میتونین بکنی که دانشجویی هستن و اونو شما ماهانه نزدیک 500 روب فقط شارژش میکنین و یک ماه بزلیمیت میتونین ازش استفاده کنین، یعنی بدون اینکه هر سری که میخواییم ورود و خروج داشته باشیم به مترو کارت مترو بزنیم، یک بار اونو میگیریم و تمام. و توی اتوبوس هم باید حتما اون 61 روبل رو بدید، یعنی به صورت کارتی که دارین بزنین توی اون دستگاه و 61 روبل رو از شما کم کنه، وگرنه یه پلیسایی هستن که میان و اتوبوس ها رو چک میکنن. اگر شما اونو نزده باشین کارتتون رو چک کنن و ببینن که شما پرداخت نکردین هزینه حمل و نقلتون رو، براتون اشتراف میزنن و شما باید برین و از طریق بانک پرداخت کنین. توی اینجا چند نوع کارت هست؟ مثلا همون کارت دانشجویی که شما دارید اینجا هم دارن؟ بعد اینجا واسه افراد عادی هم یه کارت دیگه دارن، ماوی کارت میگه، کارت آبی رنگیه، همچین چیزی اونجا هم هستش؟ یه کارت که واسه افراد عادی ماهانه بتونن شارژ کنن استفاده کنن، هزینه‌اش نسبت اون سفرهای روزانه کمتر باشه؟ دقیقا، ما هم از ماوی کارت شما داریم اتفاقا و ما تقریبا 1 میلیون و خورده 2 میلیون باید پرداخت کنیم اونو بگیریم و بزلیمیت اصلا هیچ محدودیتی نداره، هم توی اسکای اتوبوس، خود اتوبوس، توی مترو اینا میتونه ازش استفاده کنین. شما اونجا بیشتر کار دانشجویی انجام میدید درسته؟ بله، من خودم اینجا اکثر کار لیدری انجام میدم و چدای دانشجو اینجا خوشبختانه تونستم ثبت نام کنم و الان هم اونو سر کورس خودشون نشستن. حالا اگه دوستان خواستن اونجا ثبت نام کنن، من آیدی پیجتون رو میذارم توی دیسکریپشن، از اونجا بهتون پیام میدن و باهاتون صحبت میکنن، راهنماییشون کنید. ممنون میشم. مرسی، ممنونم، باعث افتخار. حتما. حالا ویدیوهای دیگه هم اگه مایل باشید با هم دیگه میگیریم. حالا دوستان اگه سوالی داشتن توی کامنت ها بنویسن واسه ما، سعی میکنم رو همون موضوعات اگه شد همونجا جوابتون بدیم.
اگه نه دیدیم موضوع مفصله، واسهتون سعی میکنیم یه ویدیو دیگه بگیریم که اطلاعات کامل تر بدیم. به نظرم اگه بخوایم ویدیو بگیریم، این مباحث رو جدا جدا ویدیو بگیریم خیلی بهتر، یعنی بچه بهتر میتونن درک کنن که اینجا چطوری و انتخاب درستی داشته باشن. هم هزینه های زندگی رو به صورت تصویر نشون بدیم، هم این دانشجویی که یه سری پروسه داره، مراحل داره و چه هزینه‌ای داره، چه رشته‌هایی میتونید ثبت نام بکنید، کدوم ها راحت تره، کدوم ها سخت تره، درباره همه اینا ویدیو میتونیم ضبط بکنیم. اگه حالا شما بخواید دوستان، اگه هر رشته ای خواستید یا مواردی خواستید توی کامنت ها بنویسید، در مورد اونا ویدیو درست میکنیم و واسه تو منتشر میکنیم. از شما هم خیلی ممنونم خانم ساناز، لطف کردید. موضوعی بحثی هستش بخواید مطرح کنید آخر ویدیو؟ خواهش میکنم، قربان شما، مرسی، همچنین، باعث افتخار. خیلی ممنونم ازتون که وقت گذاشتید توی این ویدیو اومدید با هم دیگه ضبط داشتیم، اطلاعات با ما دادید. خیلی ممنون دوستان که تا آخر ویدیو همراه ما بودید، امیدوارم این ویدیو مورد پسند شما باشه. یادتون نره کارام لایک، کامنت، سابسکرایب کنید و سوالی چیزشی توی کامنت ها بنویسید. پیج خانم ساناز هم فالو بکنید، سوالی داشتید بهشون دایرکت بدید یا زیر همین ویدیو کامنتاتون رو بذارید که به شما جواب بدیم. ممنون، تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.